امروز تسلسل حوادث و رویدادهایی که در بطن جامعه ما میگذرد همه ما را به هوشیار باشی جدی فرا میخواند. چه امکان ندارد؟ امکان ندارد کسی زخم نخورده از زیر ضربات چماق سرنوشتی بیرون آید که همه ما با سهلنگاری های خود، با بیتفاوتی های خود و در پیش گرفتن راه های انفرادی آن را شکل دادیم. برای یک بار هم که شده از خود بپرسیم که این همه بحران های بزرگ، این همه چالش های گسترده چرا؟ و در پیامد کدام اشتباه ما به وجود آمدن، اشتباهاتی که ما هنوز هم دچار آنها هستیم؟ چرا 7 سال پس از شهادت مسعود عزیز، چرا 7 سال پس از آغاز تحولات جدید، چرا 7 سال پس از شعارها و وعده های بسیار هنوز هم ما نتوانستیم جامعه جهانی را به این باور برسانیم که این خاک از آن ماست و این ما هستیم که حق تصمیم سازی و حق تصمیم گیری در این خاک را به عهده داریم؟ امروز به وضوح می‌بینیم که خیلی از آنانی که به مهمانی خانه ما آمدن، خیلی از کسانی که برای دستگیری ما آمدن، خیلی از کسانی که برای یاری و همیاری ما آمدن، آنقدرها هم که ما تصور میکنیم هدفهای خیرخواهانه ای ندارند. و ما باید خیلی ذریب هوشی پایینی داشته باشیم که هنوز هم در نیافته باشیم که چه کسانی عوامل اصلی جنگ، خشونت، ناامنی و تنش‌های گسترده در افغانستان هستند. پس این سکوتی که ما امروز داریم چه معنایی دارد؟ این سکوت، این تعلل، این انزوا و این خاموشی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مگر نه این است که خاموشی و سکوت در برابر تمام ناروایی هایی که سرنوشت مردم ما و آینده کودکان ما به بازی میگیرد سکوتی شوم و تلخ است؟ امروز ناپایداری اوضاع و ناامنی گسترده در افغانستان به یک فاجعه سرتاسری مبدل شده است و ما نمیتوانیم و نباید نسبت به آینده و اوضاع فعلی بی‌تفاوت باشیم. امروز هست که باید نقاط ضعف خود را اگر هم در نیافتیم دریابیم و آنها اعتراف کنیم و در پی علاج آنها بکوشیم. اگر تاریخ را به فرصت‌ها تقسیم کنیم، امروز آخرین فرصتی است که ما داریم، آخرین فرصتی است که دست‌هایمان را به هم بدهیم، آخرین فرصتی است که رفتار و رویه‌هایمان را بر مدار عقل و منطق و حقیقت استوار کنیم. وگرنه سهل است که دامنه حوادث گسترده‌تر شده و اوضاع از اینی هم که هست بدتر بشود. بیایید یک بار، فقط برای یک بار، خارج از رویه‌های متعارف افغانستان، به دور از رویه‌های متعارف افغانستان، به جای مسئله من به ما بیندیشیم. برای یک بار هم که شده باور کنیم که تنها راه نجات ما و تنها امیدی که میتواند این شام سیاه را به پایان برساند این است که همه ما در اتحاد و یگانگی و وفاق و همدلی واقعی سرنوشت کشور خود را به دست گیریم. اگر پایه های این خانه فرو ریزد، همه ما به یکسان زیر آوار خواهیم ماند. اگر امروز آمده ایم تا از مسعود شهید تجلیل کنیم، اگر آمده ایم که جانفشانی 2 میلیون شهید افغانستان را خواسته داریم، باید گفت که آنها نیازی به تکریم و تجلیل از طرف ما، آن هم زیر این خیمه اهدایی، ندارند. آرمانشان را دریابید، هدفهایشان را دریابید و نگذارید که اینها قربان ندانمکاری ها و سهلنگاری های ما بشود. هیچ زمانی به اندازه امروز به لحاظ منافع ملی و مصالح ملی بر همگرایی و وفاق و اتحاد تمامی نیروهای ملی و سیاسی در افغانستان پای نمی‌گذارد. فراموش نکنیم که همه ما و رسالت و وظیفه همه ما قبل از هر چیزی مبارزه با تمام اون ناهنجاری‌هایی است که نمی‌گذارد صلح و آرامش در افغانستان پایدار بماند. دعا می‌کنیم در این روزهای بزرگ و به میمنت ماه مبارک رمضان، به بزرگواری ارواح شهدای ما، خداوند عشق، صفا، همدلی، برادری، برابری، اتحاد و یگانگی را در دلهای ما استوار بسازد. خداوند این جمع را در پناه خیش سرفراز و سربلند نگاه دارد. ای دوست، ای جاودان مرگ، ای ماندنی ترین، یادت همیشه سبز، نامت همیشه در دل شهدایان بلند. تشکر و سپاس.